pictures, professional videography and photography. www.jamipictures.com. سلام عرض میکنم، خیر مقدم. به محل جدیدمون خوش آمدید. ان شاء الله که بتونیم فرصتی بشه که اینجا رو بتونیم به قول آقای نصیری یک فرم سیستمی بهش بدیم که بتونیم دیگه در خدمت همه عزیزان باشیم. خب من امروز از بعد کسی که میخواد اسری اطلاعات رو بهتون انتقال بده، البته میدونم خیلی ها شاید میدونید، نه از بابت هیئت مدیره کلوب خدمت شما هستم. خب من کامبیز خالقی هستم، حدود 25 سالی که کار مارکتینگ انجام میدم، کار برندسازی انجام میدم، کارهای استراتژیک برندینگ، چه در ایران بودم، چه در آلمان بودم، چه در امارات بودم، و خب نزدیک 5 سالی که در کانادا به طور تخصصی من کار برندسازی انجام میدم با برندهای خیلی معروفی مثل سونی، مثل الژی، نه در ایران، در امارات در کار کردم. سالها بیش از 450 کمپین تبلیغاتی من برای الژی و سونی ظرف 8 سال ساختم. خدمتون عرض شود که شاید از خاطراتی که بگم خدمتون، وقتی که اولین بار ساید بای ساید الژی اومد، اولین کمپین تبلیغاتی ساید بای ساید رو من در خدمت الژی بودم. سولاردام، ماکروفر الژی، ماکروویو الژی وقتی که اومد اولین کمپینش رو من ساختم خدمتشون. با برندهای دیگه مثل یونیبال، مثل حالا خیلی از شرکت‌های هواپیمایی، حتی هواپیمای امارات، هواپیمای قطر کار کردم. در آلمان با شرکت‌های مثل هایدلبرگ، مثل کی بی ای، مثل رولند، مثل مولباور، آتلانتیک زایسر سال‌ها کار برندینگ کردم باشون. و کانادا هم که اومدم از ابتدا واقعاً با نگاه برندسازی برای حالا چه در کامیونیتی خودمون و حالا چه در کامیونیتی غیر ایرانی در خدمت همه دوستان بودم. تحصیلاتم مستر مدیریت چاپ دارم از کشور آلمان. چند سال تدریس داشتم دانشگاه زهرا، دانشگاه هنر، دانشگاه علمی کاربردی در ایران، دانشگاه هایدلبرگ تو آلمان من یه مدت کوتاهی تدریس کردم. رشته تخصصیم چاپ هست با گرایش چاپ امنیتی، سکیوریتی پرینتینگ. در کانادا هم فرصتی شد که مجدد تحصیلاتی داشتم در زمینه رسانه و دیجیتال مارکتینگ. خب من با یه اسلاید خیلی مهم میخوام شروع کنم امروز بحث برندینگ رو، و ببینیم که برندینگ اهمیتی که شاید کشوری مثل امریکا و بعد کشوری مثل آلمان و به گونه ژاپن، اخیراً ترکیه، امارات چقدر تو استراتژی‌های برندینگ موفق بودن، که بعداً تو اسلاید‌های آخر میبینیم که برندهای بزرگ دنیا میبینیم که گاهن بیش از 80% در کشور امریکا هستن، 10% در کشور آلمان و حالا ژاپن یا کشورهای دیگه، چقدر اهمیت دادن از 100 سال پیش به کنون به امروز تا خب بزرگترین صنعت‌های دنیا رو به خودشون اختصاص دادن. خیلی مهمه وقتی که ما یک ایده تجاری داریم و یه ایده کسب و کار داریم، بتونیم این ایدمون رو قبل از این که کامیتمنتمون حرکت به جلو باشه و استراتژی‌های اجرایی باشه، ما خیلی بدونیم ببینیم که اون کسب و کارمون چقدر فیزیبل هست. فیزیبیلیتی استادی قبل از اینه که ما یک طرح تجاری و یک طرح کسب و کار، برای هر نوع کسب و کار لازمه که ما بدونیم اون امکان سنجیه به اصطلاح مطالعاتیمون یا مطالعات امکان سنجیمون رو از ابتدا ما به چه شکل نو شکل بده. توی 4 آیتم ساده، خیلی ساده، نه خیلی پیچیده، خیلی بدونیم که مارکتمون و بازارمون رو بتونیم آنالیز بکنیم، کسب و کارمون رو آنالیز بکنیم، مسائل مالی و حوزه پول رو در کسب و کارمون اطلاعاتی داشته باشیم، و مهمتر از همه ببینیم چه آیتمایی کمک میکنه که کسب و کار ما بتونه ارتقا پیدا بکنه. به طور دقیق‌تر، یه ذره عمیق‌تر، وقتی که مارکتمون رو، بازاریابیمون رو، بازارمون رو می‌خوایم آنالیز بکنیم، خیلی مهمه که ببینیم که بک‌گراند کمپانیمون واقعاً چی است. کمپانی بک‌گراند، اگر که شما یک دقتی به کمپانی‌های بزرگ دنیا یا کمپانی‌های معروف دنیا بکنیم، ببینیم چقدر اهمیت ویژه‌ای به بک‌گراند کمپانیشون میدن. به خصوص اگر که شرکت‌های اروپایی و آمریکایی رو ببینید، مایلستون شرکت‌ها رو اگه دقت بکنید، 150 سال پیش، 200 سال پیش تا به امروز به چه شکل بک‌گراند کمپانیشون رو واقعاً
تا به امروز به مخاطبینشون ارائه میکنن. پروداکت و سرویس هامون رو چقدر دقیق میشناسیم و به خصوص چقدر برای برنامه کسب و کارمون، برای بخش بازاریابی کسب و کارمون چقدر پلان داریم. و یک نکته بسیار مهم اینه که چقدر ما در بخش مدیریت و ارگانایز کردن پروژه هامون و ستارتاپ هامون و کسب و کارامون میتونیم کار استراکچر و فاندامنتال انجام بدیم. شاید مهمترین هدف اینه که ما تصمیم بگیریم که یک مارکتینگ پلان داشته باشیم، یک برنامه توسعه داشته باشیم، برنامه بازاریابی داشته باشیم، اینه که بتونیم که به صورت یک برنامه داکیومنت شده، یک برنامه استراتژیک داکیومنت شده، پلانمون رو بر پایه تئوری امروز مارکتینگ، یعنی 4P بچینیم، نه بر مبنای 4P که کاتلر شاید 50 سال پیش، 44 سال پیش بیان می‌کرد. ما امروز مهمه که جدا از پروداکت و پرایس و پروموشن و پلیس، 4 تا P معروف، ما به سمت پوزیشن، پکیجینگ و پیپل، و به خصوص تاکید میکنم پیپل، ارتقا بدیم. مارکتینگ پلانمون رو بر اساس 7 تا پی جدید بسنجیم. خب بنابراین اگر یک زمانی عنوان میشد که کیا میخوان در زمینه مارکتینگ کار بکنن، در زمینه برند سازی کار بکنن، اتوماتیک به صورت ترادیشنال و سنتی ما ناخودآگاه یاد دفاتر تبلیغاتی میافتادیم. میگفتیم آژانس تبلیغاتی، یک شرکت تبلیغاتی، یک شرکت گرافیک، طراحی. یه مقداری چند سالی گذشت، یکم مدرن‌تر شد، یکم کاربردی‌تر شد، گفتیم که استراتژی‌های بازاریابی، شرکت‌های در خدمت بازاریابی، شرکت‌های مدیا و تبلیغات، بازاریابی و تبلیغات، گرافیک و تبلیغات، از این نوع اسما زیاد شنیده شد. امروز مهم اینه که آژانس‌هایی رو به عنوان کریتیو ایجنسی که بیس کار بر مبنای خلاقیت در چند بخش، میگن که دیگه کریتیو ایجنسی دات آفرز ا کامبینیشن اف استراتژی، مارکتینگ، کانسپچوالیزیشن، دیزاین، تکنولوژی and advertising all wrapped together in a place. دیگه یه شرکت تبلیغاتی، یه شرکتی که کارش یه زمانی طراحی گرافیک بود، یه مقداری با مدیا ارتباط گرفت، فضای تبلیغاتی وارد شد، امروز باید بدونیم که دیگه یک شرکت تبلیغاتی درست یا یک شرکت، یک آژانس برای خلاقیت باید بتونه یک کامبینیشن و یک ترکیبی از استراتژی، پیش از اینه که قدم برداره، پیش از اینه که دستش به قلم بیاد، دستش به موس بیاد، دستش به قلم نوری بیاد، بخواد یک دیزاینی رو انجام بده، بدونه که واقعا استراتژی برای اون برند یا برای اون برنامه چه خواهد بود. بعد مارکتینگ، پلانای مارکتینگی که مد نظر داره، اونجاست که کم کم کانسپت ها بیرون میاد. کانسپت یک برند بعد از مطالعات، بعد از استراتژی، بعد از اینکه بتونیم مارکتینگ پلان رو داریم تدوین میکنیم، اونجاست که کم کم ایده ها بیرون میاد و کانسپت پیدا میشه. بعد از اینکه کانسپت پیدا شد، مرحله چهار و مرحله دیزاین یک برند است. و خب چقدر مهمه که امروز تکنولوژی، حالا به خصوص آیتی و ادورتایزینگ که امروز بر پای آنلاین هست، چقدر داره اثر میذاره روی اون کانسپت های ما، چقدر اثر میذاره روی ایده های ما. پس بنابراین همه اینها امروز یک رپه، نمیشه اینا رو از هم جدا کرد، اصلا نمیشه اینا رو از هم امروز جدا کرد. پس اگه میخوایم یک طرح مارکتینگ، یک مارکتینگ پلان ایجاد بکنیم، اگه هدفمون اینه که یک استراتژیک پلان داشته باشیم برای اون فرایند برندینگی که میخوایم داشته باشیم، هدف در مجموع اینه که کارمون به ساکسس منتهی بشه، به موفقیت منتهی بشه. امروزه یک مثلث استراتژیک داریم در رابطه با ساکسس و موفقیت برای کسب و کارها. هنوز که هنوز موفقیت یک کسب و کار به منابع انسانیش برمی‌گرد. هنوز چهار حرف اول آخر رو بزن. هنوز تالنت. هنوز سکیلزامونه، هنوز اون استراتژیامونه، هنوز اون تفکرمونه. دوم برند استراتژیست. کسب و کار اگر که برندینگش بر پایه یک سری راهبرد، استراتژی و یک سری تاکتیکایی که باید امروز دیزاین بشه برای بیزنسمون شکل بگیره، ما میتونیم امیدوار باشیم که به موفقیت میرسه. و زاویه سوم، انگل سوم، دیتا منیجمنت.
اهمیت به دیتا. این سه تا رو اگر هر کسب و کاری درست برنامه‌ریزی استراتژیک داشته باشه، نمیگیم 100%، ولی مطمئنن به سمت موفقیت پیش خواهد رفت. آیا HR منابع انسانی کافیه فقط ما بگیم اعتقاد داریم به خودمون که ما کاملیم؟ نه، واقعیت اینه که HR امروز خیلی مهمه که هم بحث education هم بحث information رو بتونه دائما برای خودش آپدیت بکنه. بخش منابع انسانی میخواد حالا یک نفر باشیم، سلف ایمپلویمنت تیم، تنهاییم، تنها کار میکنیم، یا اینکه یک مجموعه چند نفر هستیم، یا یک ارگانیزیشن 100 نفر هستیم. هر آنچه که هستیم، مهم اینه که واحد HR ما هم به education هم به information اهمیت لازم و کافی رو بده. در بخش برندینگ استراتژی مهم اینه که ما به کمک این استراتژی ها awareness خیلی خوبی داشتیم. حالا میریم جلوتر در رابطه با برندینگ اکسپریانس صحبت میکنیم که ببینیم چقدر حالا awareness و بعد مراحل بعد از awareness چقدر اهمیت پیدا میکنه. و خب خیلی مهمه که وقتی که صحبت از دیتا منیجمنت میکنیم بدونیم استراتژی تکنولوژی باید داشته باشه. من از همین پویان عزیز یه جمله خیلی جالبی رو من یعنی یک پاراگراف جالبی رو تقریبا چند هفته پیش که خدمتش بودم یاد گرفتم، تو سه جلسه از قول خودتون کپی رایتش رو برای خودتون گذاشتم، اینو بهتون تاکید کردم. اتفاقا تو دو سه جلسه بودیم گفتم آقای هرندی جمله خیلی قشنگی گفت و واقعا بر من جالب بود، با اجازه شما البته من تکرار میکنم. ایشون خیلی جالب بود، میگفتن که وقتی که تو دهه حالا سال 1975 به بعد، اون موقعی که تلکامیونیکیشن به اوج میرسه، کسایی که استراتژی تلکامیونیکیشن تو بحث ارتباطاتشون و بازاریابیشون نداشتن، خب اون شرکت‌ها میگفتن انگار اصلا از دور خارجن. مگه میشه تو اون دهه کسی نتونه با تلفن خوب ارتباط برقرار کنه؟ خطای زیاد، کاستمر سرویسز متعدد. چقدر مهم بود اون موقع استراتژی تلکامیونیکیشن. به 2000 رسیدیم، خب اوایلی که بحث دیجیتال پیش اومد، اینترنت پیش اومد، میگفتن شرکت‌هایی که استراتژی اینترنتی نداشته باشن یا آنلاین نداشته باشن چقدر از دور خارجن. صحبت قشنگی شما کردن. تو سال 2020 دیگه اسنشیاله خیلی چیزا، دیگه باید بگذاریم داشتن یه وبسایت و نمیدونم تکنولوژی و آی تی و نمیدونم همه گذاشتیم. دیگه وقتی وارد هوش مصنوعی میشیم، دیگه اگه 2020 اگه استراتژی هوش مصنوعی نداشته باشیم، قطعا دیگه ممکنه تو رقابت باز بمونیم. اینجا بس پیش میاد که دیتا منیجمنت رو اگه صحبت میکنیم، دیتا رو اگر 100 سال پیش، دیتا از 100 سال پیش بوده، حالا چه جوری ما اینو تو نسل‌های متعدد ما اینو منیج کردیم، برمیگردیم ببینیم امسال کجا هستیم و دیتامون رو می‌خوایم با چه استراتژی منیج بکنیم. اینجا حالا من دوست دارم که یه کوچولو اینتراکتیو برخورد بکنیم و یکم هم با هم تو تعامل صحبت باشه. راجع به برند می‌خوام از دوستان خواهش کنم یکم مشارکت کنم با هم و هر کی دیدگاهش راجع به کلمه برند من بگه. البته اونجا من نوشتم چیزایی رو، ولی خب می‌خوام برسم به اون. میخوام حالا با دیدگاه خودتون، با فرضیه خودتون، با اون چیزی که امروز دارین راجع بهش فکر میکنین، واقعا برند رو چی معنی میکنید شما؟ برند رو چیزیه که یک پروداکت رو، حالا هر چی هست، مشخص میکنه در بین پروداکت های دیگه و توجه مصرف کننده رو جلب میکنه. برند میتونه اطمینان بخش باشه. برند میتونه مستقیم به یک پروداکت اشاره بکنه. بسیار عالی. برای پروداکت هرچی هست، شما میاد اینو به یه نحوی کود میکنید توی گرافیک، توی سلوگن، توی هر چیزی که، یعنی شما یه اکویتی دیدید این قضیه رو. ولی برند خودش یه ارزش آفرینی شما دیدید، ارزش برای پروپوزیشن، یعنی چه ارزش اصلی برای بله. مشتری دارید، اونو دارید کامیونیکیت میکنید. بله بله. آیا نسته شما بودن هویت؟ بله، شخصیت، هویت، پرسونالیتی. دیگه؟ بله. کامیز از نظر من برند یه نام تجاری هست که شناسنامه و هویت پروداکت و سرویس بله. در واقع بله. 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 یک نام تجاری. بله بله. برند در واقع خیلی هویت نیست، هر کارهایی برای هویت داره. برند نشونگر که یک کارهایی، یک خدماتی به نقطه نسبتا متعادل رسیده و خودش رو در جامعه در واقع تثبیت کرده و اعتبار خودش به دست آورده. یعنی دیگه از اونجا بعد باید خود به خود ذاتاً ارزش آفرینی و ارزش افزوده خودش رو داره. شما کاملا رسیدید به مرحله لویالیتی برند و کاملا دارید درست اشاره میکنید. دقیقاً درست اشاره میکنید. بله.
بنابراین برند در واقع خودش ذاتاً وقتی که یک کالای برند پیدا میکنه متناسب بود با اون تعالی برند پیدا کرده ارزش در واقع غیر مادیش ارزش مادی ایجاد میکنه. یعنی در واقع نام و در واقع ارزش بسیار محتوایی اون به خصوص کیفی یعنی به گونه برند تداعی میکنه، من کلمه تداعی رو اینجا به کار ببرم، تداعی میکنه اون کسب و کار رو، هر نوع کیفیتی یا هر نوع نگرشی، هر نوع استراتژی که اون برند داره به گونه ای اون ظاهر و اون شکل و اون اسم برند داره تداعی میکنه. بسیار عالی، تمام نکاتی که گفتین کاملا تعریف برنده. از برند بم حتی من یک آیتم دیگه هم کامل میکنم، یک لوگو و یک شکل و یک شاید یک ایلاستریشن هم میتونه تعریف یک برند باشه. بله اینا واقعا تعریف های سمبولیک برندن. ما یه تعریف های سمبولیک داریم و یه تعریف کاملا عمیق تر داریم که شما به گونه ای اشاره کردین و آقای هرندی هم خیلی قشنگ اشاره کردن. دقیقاً حالا ترکیب از صحبت آقای هرندی و جناب علی اینجا اشاره میکنه که برند یک نقطه اوجه، برند یک نقطه اوج برای هر آنچه که همون تداعی های ذهنی، همون الهاماتی که آدم ها میتونن نسبت به یک برند برای خودشون ایجاد بکنن. خیلی ها ممکنه از یک برند یک کیفیت بسیار بسیار عجیب و غریب به ذهنشون بیاد، خیلی ها ممکنه از یک برند اتفاقا بسیار بسیار کیفیت پایینی به نظرشون بیاد. Made in China بیش از 30 سال یک برند بود. Made in China. شما دقت کرده بودین از سال 1975 تا حدود 2004 شما برند چینی به اون شکل نمی‌دیدید. همه Made in China بودن. حالا ما از Made in China چه تداعی پیدا می‌کردیم؟ یه جنس بی‌کیفیت، یه جنس ارزون تو زمان خودش بله. آیا الان هم Made in China همون تصور رو برای ما ایجاد می‌کنه؟ نه، قطعاً یه تداعی دیگه داره، قطعاً یک الهام بخشی دیگه داره، یه چیز دیگه داره به ما میگه. یه زمانی میگفتیم Made in Germany یه تداعی دیگه داشت. زمانی که آلمانیان با چینی‌ها خیلی کار کردن نگران بودیم به مقداری، بودیم آیا این Made in Germany واقعاً Made in Germanyه؟ بازم یه تداعی خاص خودش رو داشتیم زمان خودش. از مرسدس بنز یه تداعی داریم، از اپل یه تداعی داریم، از هواوی یه تداعی داریم. و هر آنچه که باعث میشه که در ذهن مخاطب و در ذهن مشترک ما یک نقاطی نقش ببندیم. پس برند رو دیگه ما نمیتونیم بگیم فقط یه لوگوی ساده است. ما برند رو دیگه نمیتونیم بگیم که فقط یه طرح، یه اسم، یه نام تجاریه، یه فرمه، یه تکنیکه. پس برند خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. خیلی عجیب‌تر و عمیق‌تر از این حرف هست. میگم شما به محض اینکه سیب اپل رو میبینید، به محض اینکه اون تیک نایکی رو میبینید، هزار چیز به ذهن شما ممکنه برسه که دیگه بخش عمدش از ضمیر ناخودآگاهتون دیگه داره بیرون میاد تا از خودآگاه شما. این برمیگرده به تمام تجربه‌ای که شما سالها با این برندها داشتید. خب چیکار بکنیم که حالا برندامون، من خیلی سعی میکنم که خیلی کاربردی امروز صحبت بکنم، خیلی تئوری نباشه، اسلایدارم خیلی سریعتر میرم به اون اصل مطلب تا ببینیم که حالا اون اکویتیه، اون ارزشه، اون اتفاق کجا قراره بیفته. توی برندینگ استراتژی چند تا چیز مهمه که ما برای حالا اگه که استارتاپیم، حالا برندینگ فقط قرار نیستش که برای استارتاپ اتفاق بیفته، ریبرندینگ ها امروز دنیا رو واقعا تسخیر کردن. بسیاری از ریبرندینگ ها که امروز مثال والمارت رو من براتون میارم، ببینید تو ریبرندینگ والمارت چه اتفاقی میفته که همتراز با امازون الان داره میتازه و واقعا خودش رو به عنوان یک برند محکم از امریکا و در کانادا داره خودش رو حفظ میکنه. ریبرندینگ ها امروز خیلی مطرحه. قرار نیستش که یک برند ساخته بشه 100 سال با همون برند ما بریم جلو. چقدر جنریشن تغییر میکنه، نسل ها عوض میشه، تفکرها تغییر میکنه، نیازها تو مارکت عوض میشه که باعث میشه که ما هر زمان ممکنه لازم باشه که برندامو تغییر بدیم. یکی از پرتغییرترین برندهای دنیا کسی میدونه؟ میتونین چند تا مثال اگه که آشنای ذهناتون به عنوان یک یوزر، به عنوان مصرف کننده، چه برندهای رو سراغ دارین که یکی از پرتغییرترین برندهای دنیا میتونه باشه؟ همین آمازون اول فقط کتاب میفروخت. بله. الان دیگه یه بازاری که همه چی پیش بره. بله، بسیار عالی. بسیار مثال قشنگی بود. سونی برند
استراتژیشو خیلی تغییر داده، یه سری رف رو برای هر پروداکت بله. برند درست کنه بعد بله. پشیمون شد الان. و اونجا ما تو اکوئیتی صحبت میکنیم، اتفاقا سونی جزء برندایی که به شدت اکوئیتیش پایین اومد و کسی که جزء تاپ برند جزء 10 تاپ برندای دنیا بود الان جزء 100 برند هم نیست، جزء 200 برند هم نیست و تقریبا میشه از مارکت اصلا غیر از حالا بخش اینترتینمنتش که مقداری حالا فعاله، چقدر میبینی که این اکوئیتی پایین میاد و نکرد. سونی جزو کمپانیایی بود که ریبرندینگ نکرد و نتونست خودش رو بالا ببره، مثل سامسونگ. رقابت بین سامسونگ و ال جی رو شما مشاهده بکنید ببینید که چقدر بین سامسونگ و ال جی چقدر تفاوت شما احساس میکنید. یکی از بیشترین کمپانیایی که تغییرات ایجاد کرد تو برندینگش فیاته. شما اگر ماشین فیات ایتالیا رو دقت بکنید، فیات ظرف 15 سال گذشته بیش از 20 لوگو و فرم و برندینگ عوض کرده. خب این برمیگرده به اینکه آیا اینا دیوونن؟ تو 20 سال، تو 15 سال 20 بار این برندینگ تغییر بکنه؟ خب اینا قطعاً به یک نقاطی رسیدن و این نیاز جامعه ایتالیا رو به این سمت دیدن که خب به عنوان یک ماشین ارزان قیمت که شاید نیاز جامعه رو داره برطرف میکنه، به عنوان ماشین کوچیک که ماشین ارزان چجوری داره پس نشون میده جنریشن چقدر داره سال به سال تغییر میکنه و بعد بره به سمت اون زاغه مشتریاش. یکی دیگه از برندهایی که خیلی عجیب و غریب تغییر موضع داد تو سال 2000 زیراکس بود. زیراکس از رنگ آبی که بیش از 60 سال با اون رنگ فعالیت کرده بود، از رنگ آبی به رنگ قرمز دفعه برعکس ارتقا میده و اصلا برندینگ زیراکس تغییر میکنه. زیراکس در آستانه فروپاشی بود در سال 2000، با یه ریبرندینگ جدید زیراکس برگشت به مارکت. البته بماند که زیراکس هم متاسفانه 2-3 سالی که خب دیگه تقریبا از مارکت خارج شده، ولی تو اون زمان تو سال 2000 با یک ریبرندینگ و یک استراتژی جدید خودش رو به مارکت برگردوند. و از این مثال ها بسیار بسیار زیاده. جزو کمپانیایی که بسیار به برندینگش بی اندازه اهمیت میده و بسیار بسیار داره سعی میکنه که خودش رو همه جوره تو تاپ برندهای دنیا نگه داره، خب اپل. واقعا استراتژی های اپل رو شما اگه دقت بکنید، با اینکه تو این تقریبا میشه گفت 30 سال گذشته تغییرات آنچنانی نداشته، ولی ببینید چقدر با ظرافت خاص جنریشنش رو با خودش آورده. به موازی اپل مایکروسافت رو شما نگاه بکنید، از سال تقریبا میشه گفت 1990 که ویندوز 3 اولین سری نسل ویندوز اومد، شما یک تغییر نگاهی بکنید به لوگوی ویندوز. من بخوام بهتون بگم سبک کار من تو برندینگ اینه که من عکس به شما نشون ندم، تو این قسمت شما رو ببرم درست تداعی رو تو ذهن خودتون همه چیزو ببینید. الان راجع به اون لوگوهایی که من دارم به شما میگم، شما ویندوز رو نگاهی بکنید، شما تو تقریبا 20 سال گذشته تغییر لوگوی ویندوز، اگر کسایی با ویندوز 3 و 1 کار کردن و تا به امروز با 4 تا مربعی ساده، ببینیم به چه شکل داره مایکروسافت خودش رو به چه ریبرندینگی سال به سال نزدیک میکنه. یکی از کمپانیایی که باز هم به شدت رو ریبرندینگش کار کرده مایکروسافت است. پس همش برمیگرده به نیاز، به تقاضاهایی که واقعا تو مارکت وجود داره. پس حالا من یه بار راجع به برندینگ استراتژی این آیتم‌های مهم رو اشاره می‌کنم. خب خیلی مهمه که ما راجع به انتخاب اسم برند چقدر عمیقاً واقعا وقت بذاریم، فرصت بذاریم، مطالعه بکنیم ببینیم اسممون چی باشه. استابلیش برند لوک اند فیل. کلمه لوک اند فیل تو برندینگ بسیار کلمه مهمیه که لوک چی باشه، ظاهر چی باشه و احساسی که به مخاطب میده رو به چه شکل انتقال بدیم. همون باز ویندوز اون پنجره‌های مایکروسافت رو ببینید چه جوری این حس رو میخواد، لوک اند فیل رو میخواد انتقال بده. پوزیشنینگ، برندینگ استراتژی اند پوزیشنینگ تو همون 7P، تو اون پی‌های جدید موقعیت برند امروز بسیار اهمیت. ستارباکس میاد در کانادا با اینکه وفاداری کانادایی‌ها به برند تیم هورتون از بیش از 40 سال پیش 50 سال پیش زبان زده و یه عرقی دارن نسبت به تیم هورتون، ولی ببینید که استارباکس چجوری تو این بازار داره سهم بازارش که اصلا گذشت، شیر مارکتش رو الان از تقریبا گفت یه مقدار کوچیک هم از تیم هورتون بالاتر رفته و ببینید چجوری با اینویشن هایی که کرده، با روش های جدید کاستمر سرویسی که داره، روش مخاطب سنجیشون، کامیونیکیت کردنشون به کمک نسل جدید. دقت بکنید انتخاب کارمندای استارباکس رو مشاهده بکنید، اینا همش برگرفته از اون برند استراتژی که هست، همش تو اون کامیونیکیشن هاشونه. چجوری میاد پوزیشنینگش رو تعیین میکنه. یه مثال میخوام براتون بزنم از تجربه شخصی خود من. سال 2002 میلادی، 2002 میلادی من اولین بار رفتم فرانکفورت، اولین سفر آلمانم بود.
من به مزی که از فرودگاه وارد تاون یا اون سایل فرانکفورت شدم، ورودی شهر که نمایشگاه مسه فرانکفورت هست، که نمایشگاه معروف اونجا هست، درست قبل از اینکه مسه بیاد یک ساختمان بزرگ دیدم که کیاموتورز اونجا، شوروم کیاموتورز بود سال 2002. من به عنوان حالا یک تازه وارد به آلمان اولین بارم اومده بودم، گفتم که وای اینا دیوونن، کیاموتورز اومده، یک کره‌ای که ما اون موقع پراید بود تو ایران، غیر از پراید که ما تداعی من یه پراید بود که یه پراید اینا تولید میکنن، اومده تو آلمان، تو کشوری که مهد ماشینه، ماشین گرون لاکچریش رو داره، سیت مردمیش رو هم داره، ماشین سیت اونم داره، با قیمت خیلی پایین میفروشه، خیلی ارزونتر از ماشین های کره و ژاپنی. کیاموتورز این وسط چی کار میکنه؟ برای چی اینجا؟ بابا اینا دیگه کیان؟ این جمله‌ای بود که من به خودم سال 2002 گفتم. سال 2014 که از آلمان من مهاجرت کردم کانادا، در 2014 کیاموتورز شیر مارکت آلمان رو سه، شماره سه شیر مارکت بود. و شما وقتی تو اتوبان‌های آلمان رانندگی می‌کردید، باور کنید از هر 10 ماشینی 2 یا 3 تا ماشین کیاموتورز بود. به خصوص اسپورتیج، اولی که اون مدل اسپورتیجی که جایزه سال 2014 رو گرفت، ماشین سال دنیا شد مدل اسپورتیج، بیشترین فروش اسپورتیج در آلمان بود. چرا؟ چون پوزیشنینگ خوبش رو انتخاب کرده بود. شعار تبلیغاتی چی بود؟ اسپورتیج. میگه من ماشینی به شما میدم مثل بی ام دبلیو، مثل مرسدس بنز، با همه قابلیت‌ها، فول آپشن. آلمانی‌ها نمیتونن ماشین آپشن دار بخرن، گرونه براشون. ماشین کولر دار الان چند ساله که تو آلمان دیگه رو ماشینا، تا 4 سال پیش 5 سال پیش ماشینا کولر نداشتن. دنده اتوماتیک نبود تو آلمان زیاد. ماشینای خیلی فول آپشنشون بود. کیاموتورز اومد ماشینی داد با قیمت بسیار پایین ولی با آپشنای بسیار بالا، و این شد پوزیشنینگ درست رو انتخاب کرد و تونست بازار رو بگیره. آقای نصیری نکته اشاره کرد، نکته مهمی رو اشاره کرد، بیلد برند پرسونالیتی. هر برندی باید شخصیت خودش رو داشته باشه، مثل یه آدم وقتی که به دنیا میاد و داره آروم آروم بالغ میشه و شخصیتش شکل میگیره، بنابراین تو کدوم خانواده کجا بزرگ میشه، تو چه دموگرافی بزرگ میشه، ما باید برای برندامون شخصیت ایجاد بکنیم. بعد از اینکه این مراحل انجام دادیم، باید یه لوگوی قشنگ، یه لوگوتایپ قشنگ، یک لوک قشنگ برای برندمون ایجاد بکنیم. مهم اینه که سلوگن، یه مسیج، شعار تبلیغاتی، کلمه‌ای که ما میگیم شعار تبلیغاتی، حالا میبینیم دیگه در کامیونیتی خودمون شعارهای بانمکی داریم که زمین بخر زمین نخور، مثلا نمیدونم یک نمیدونم اعتماد شما نمیدونم فلان، همه اینها بالاخره شعارهایی که 30 سال 40 سال ما داریم استفاده میکنیم، ولی مهم اینه که مسیج باید از دل اون برند بیرون بیاد تا به دل اون مردمی که میخوان از اون برند استفاده بکنن بشینه. تو والمارت اشاره میکنم، تو پرزنتی که دارم راجع به والمارت خدمتتون میگم. خب چقدر به فوتوگرافی و ویدیوگرافیمون امروز اهمیت بدیم؟ یکی از اساس اصلی امروز تبلیغات و برندینگ بحث فوتوگرافی و ویدیوگرافیه. چقدر دیجیتال استراتژی داشته باشیم؟ استراتژی های امروزه برندینگ امروز خیلی عجینه با فضای آنلاین و دیجیتال. با 30 سال پیش فرق کرده، با 10 سال پیش فرق کرده، با پارسال هم فرق کرده. بنابراین ما وقتی که برندینگ استراتژیامون رو داریم ایجاد میکنیم، مهم اینه که ما بتونیم چجوری کانکتش بکنیم با فضای دیجیتال. خب اپتیمایزه بکنیم، بهینه‌سازی بکنیم بحث وبسایتامون، دیزاینامون و حالا ریکوایرمنت هایمون که برای برند تو بخش های مختلف رسانه ایمون ایجاد میشه. سوشال مدیا هامون رو باید اینتگریت بکنیم، یک پارچه سازی بکنیم. بحث پرینتینگمون که بسیار، حالا با اینکه بالاخره دنیا از پرینتینگ مقداری داره آروم آروم به سمت فضای دیجیتال و آنلاین میره، ولی هنوز پرینتینگ یک رسانه بسیار مهمه و چه بسا که برندینگ چقدر در بخش پرینتینگ سخته، که حالا این بحث امروزمون نیست. اگه حالا فرصتی شد اهمیت برندینگ در پرینتینگ بسیار از اهمیت، من اتفاقا مثالی رو خواستم براتون تو این جلسه بیارم، گفتم شاید یکم بی رفت باشه، ولی حالا تو جلسات بعد اگه فرصتی شد، شما اگه که یه کمپانی رو بعضی موقع نگاه بکنید، کارت ویزیت یه کمپانی معتبر رو نگاه بکنید، مثلا شما یه جلسه با بل دارید، الان با راجرز دارید، 10 نفر از راجرز تو این جلسه باشن، 10 تا کارت ویزیت که براتون بذارن، بدون این که شما به قول معروف مطمئن باشید که اینا تو یک زمان اینا چاپ شدن، نه اون آقا الان هایر شده، اون یکی هفته پیش هایر شده، اون یکی 6 سال پیش هایر شده، بیزنس کارتون مال 4 ماه پیشه، بیزنس کارتون یکی دیروز چاپ شده، ولی همه عین هم هستن. ولی خب گاه هم میبینیم که خود خیلی از کمپانی‌های خودمون رعایت نمی‌کنیم اون استانداردهای برندینگ رو، و میبینیم که 3 نفر هستیم توی جلسه میریم، یکی مقوامون زرد، یکی کرم، یکی سفید، یکی لوگومون تیره‌تر، یکی کم رنگ‌تر، یکی یووی زدیم، یکی نمی‌دونم نزدیم، یکی نمی‌دونم
یکی نقره دست شما هم در نکنه که بجای سینه آی سی رو. و در آخر برند کامیونیکیشن گایدلاینزمون رو باید ست بکنه. قرآن برندینگ، کتاب به قول معروف کتاب دعای برندینگ، برند کامیونیکیشن گایدلاینز چی هست؟ برند کامیونیکیشن گایدلاینز عرض کردم یک مجموعه ای از استاندارد هاست که برند، که بخش مارکتینگ، بخش برندینگ یک میزان استانداردی رو تعریف میکنه در رابطه با برند که الزام داره رعایت این استانداردها. دل بخواه وجود نداره، کسی نمیتونه دل بخواه عمل بکنه. و این باعث میشه که بگیم که چرا حالا اهمیت داره، چرا برند کامیونیکیشن گایدلاینز امروز اهمیت داره. یه نکته خیلی قشنگی رو یه جا اشاره میکنه که چرا، میگه که خیلی به شوخی هم میگه، حتی اینجا میگه که این برند کامیونیکیشن گایدلاینز رو ما درست کردیم که هر کسی از راه نرسه که یه نظری بده و حتی باند بازی بشه. آقا اینو اینجوری کن اون اینجوری کن. آقا من دوست دارم، بعضی مدیران میگن آقا من دوست دارم روز کاتالوگم اینجوری بشه. تو ایران خیلی از این موقع اتفاق میافتاد. چون من اصلا مدیر میاد میگه نه من اصلا دوست دارم اینو اصلا یه رنگ قرمز بزنی اصلا. آقا ما نمیتونیم این کارو بکنیم، استاندارد ما اجازه نمیده ما از این رنگ استفاده کنیم. آقا من به شما میگم، من به مدیر اینجا میگم که شما باید این کارو بکنیم. همتون قطعا این تجربه رو حالا سالهای قبل داشتید. خب بریم یکم جزئی تر بشیم، بگیم حالا این برند کامیونیکیشن گایدلاینز چی میگه، که حالا وقتی که این نوع تکنیک ها و استراتژی ها رعایت بکنیم، اون موقع است که انتظار داریم برندمون اکویتی پیدا بکنه، ارزش پیدا بکنه. و اونجاست که باید ببینیم که بعد از اینکه اون مسیر اکسپریانس برندینگ انجام بشه، اینی که امروز میگن برندها اسست میشن و همه هم دوست دارن برندشون ارزش پیدا بکنه و اسست بشه، ببینیم این مسیر واقعا چه اتفاقی افتاده که تبدیل به اسست شده. این آخرین ورژن برند کامیونیکیشن گایدلاینز والمارت، ویرایش 2018. ببینید یک کتاب تقریبا 90 صفحه‌ای، یک کتابچه 90 صفحه‌ای از استراتژی برندینگ که شروع میکنه. قبل از اینکه هنوز به لوگو برسه، قبل از اینکه به دیزاین برسه، قبل از اینکه به طرح برسه، به رنگ برسه، اول از استراتژیش میگه. میگه من اومدم تو مارکت به خاطر این کاستمرای من، رئیسای منم. و شروع میکنه، عنوانش از کامیونیکیشن گایدلاینز. این کتابچه کتابچه ارتباطیه، قراره که با تیمش، با همکاراش، با مردم قراره که از این طریق ارتباطات ایجاد بکنن، برخورد ارتباطی داشته باشن با مخاطباشون. بنابراین داره میگه که پس از همین اول گوش کنید. کسی که این کتابو باز میکنه، اون بسم الله الرحمن الرحیم من اینه که اور کاستمرز اور باس، حواستون جمع کنید لطفا. و شروع میکنه راجع به جزئیات این، حالا کسی که خواست من فایل رو در اختیارش قرار میدم داشته باشید که بله. دومین چیزی که داره عنوان میکنه میگه پرایس والیو شاپرز. بازم داره همینجوری استراتژیش بیان میکنه، میگه که ما اومدیم که بگیم که چقدر پرایس والیو برای خریدارای ما مهمه. چی شد که تونست با آمازون رقابت کنه؟ چی شد که تو مارکت موند؟ ببینید راجع به تک تک اینها داره صحبت میکنه. استراتژی بعدی اسپریشنال شاپرز. تک تک توی دیاگرام بعدی که من حالا چون این طولانیه من خیلی سریع رد میشم، اینجا دقیقاً میگه که حالا اون اکسیستایی که میخواد تو ذهن مخاطباش، برند میخواد اون چه اکسیستایی ایجاد بکنه. حالا من با توجه به اینکه الان دست بزنم بیم ترسم به اصطلاح بعدش من از اینجا میخونم که براتون شما بتونید. خب میگه که والمارت هدفش اینه که پروداکت های با کوالیتی بیاره تو مارکت، کوالیتی پروداکت. مهم اینه که کامیونیتی ریلیشناش قوی باشه، بتونه ارتباط خوب بتونه با اجتماع و جامعه برقرار بکنه. مهم اینه که شرایط سیفی داشته باشه، پالیسی های امن و سیفی رو برای خریداراش ایجاد بکنه، کاستومر سرویس بالایی داشته باشه، بتونه قسمت های مختلف ارتباطات و کامیونیکیشنش رو ایجاد بکنه، دیستریبیوشن چنل خیلی قوی داشته باشه، نالجش بسیار، چقدر تیمش و اعضای گروهش و تیم والمارت نالجبل باشن،
فرهنگ ها رو چقدر پوشش بده، والمارت چقدر اهمیت به کالچر داره میده، به روابط عمومی پابلیک ریلیشن چقدر اهمیت میده، فاینانشیال پرفورمنس بسیار نکته مهمی امروز تو استراتژی های برند که چقدر اون آدینس و مخاطبش رو بتونه شناسایی بکنه که بتونه بر اساس اون فاینانشیال پرفورمنسش رو تعیین بکنه. ایزی شاپینگ یکی از شاید مهمترین استراتژی هایی که میتونه یک برند مثل والمارت داشته باشه. و خدمتتون عرض شود که انبیتبل پرایس، unbeatable price که بازم یکی از مهمترین استراتژی‌هایی که تونست باز تو مارکت بمونه. خب اینجا با کم کم داره اون مسیج بیرون میاد، مسیج اون اسلوگن داره کم کم بیرون میاد، saving people money so that can live better، شعاری که الان داره والمارت استفاده میکنه. مجموعه ای از همه رو شما یه لحظه این جمله رو با اون 10 تا آیتمی که با هم صحبت کردیم مقایسه بکنید، ببینید چه جوری 10 تا استراتژی رو تو یک مسیج رسیدن بهش. اینه که واقعا ما میگردیم تو اینترنت، تو گوگل شعار تبلیغاتی برای بیزنس ها پیدا میکنیم، دیدیم ریل استیت این بگردیم ببینیم چی پیدا میکنیم، مورگیج بروکر این ببینیم چی پیدا میکنه، نمیدونم یه کارخونه پکیجینگ زدیم ببینیم چی تو اینترنت پیدا میکنیم. نه، چیزی تو اینترنت پیدا نکنیم، بشینیم ببینیم استراتژی هامون چیه و بر اساس استراتژی هامون مسیجمون هر آنچه از دل برآید بر دل نشیند. این شد شعار تبلیغاتی والمارت. بعد از اینکه شعار تبلیغاتی پیدا شد، باز رسیدیم دوباره سر پوزیشنینگ، برند کاراکتر، اون شخصیته، اون پرسونالیتیه، اون پوزیشنه. اینجا داره میگه که our positioning, our brand character و our commitment. میگه ما دوست داریم در بخش کاراکترمون، شخصیتش داره القا میکنه شخصیتو که ما باید لیدر بازار باشیم. شخصیت رو داره ایجاد میکنه تو وجود خودم، من اومدم با این شخصیت که من باید لیدر باشم. در بخش کامیتمنتش تاکید داره که من باید کاری بکنم که آنبیتبل باشم، کوالیتی داشته باشم و ایزی شاپینگ داشته باشم. در بخش پوزیشنینگش میگه for price sensitive shoppers Walmart is a real trader that helps them feel smart and live better because only Walmart delivers unbeatable price to the brand. داره آروم آروم وارد فرم میشه، تازه داره فرم میگیره، میگه که اوکی، پس بنابراین از دل همه اینها اون پرسونالیتیه، چه ویژگیهای حالا شخصیت رو میخوام داشته باشم، میخوام لیدر باشم، دارم میخواد شخصیتم، بیس شخصیتم میخوام رهبرگونه باشه، ولی مهم اینه که خوب بتونم کیر بکنم، واقعی باشم، ریل باشم، اینوویتیو باشم، همون کاری که مکدونالد کرد و برگر کینگ رو اصلا نابود کرد. چقدر اینویشن مکدونالد آورد تو مارکت، چقدر ستارباکس، ببینید شما سیزن به سیزن اینویشن ستارباکس رو ببینید نسبت به تیم هورتون چه تغییری کرده، چه برندی رو، چه اتفاقی افتاده. ستریت فوروارد. و واقعا اگه ببینید والمارت، واقعا ببینید چقدر همه چیز ستریت فوروارده. خیلی اینو واقعا میتونید لمس بکنید این استراتژی رو و پوزیتیو بودن. پس بنابراین میگه من این 5 تا آیتم باید تو دل شخصیت والمارت باشه. خب داره آروم آروم حالا وارد کور میشه، میگه خیلی خب پس من یه دونه کور داخلی دارم از اون هویتم، از اون آیدنتیتیم. حالا شخصیت داره آروم آروم تبدیل به اون هویت درونیش میشه، میگه من یه کور داخلی دارم، یه دونه اینترنال کامیونیکیشن دارم. میگه خب حالا کور من چی میتونه باشه؟ میگه لوگوم. حالا تازه داره لوگو میگه، حالا لوگو باید مظهر من باشه، باید مظهر این همه شناسایی که کردم، اون هویته، اون شخصیته. تایپوگرافیم، لوگو، المان، سیمبل و تایپوگرافی، اسم والمارت، دو تا چیزی که خیلی ها تو بحث گرافیک پاتی میکنن. بحث تایپ امروز میکسی از تایپوگرافی و سیمبل میتونه به قول معروف مد نظر باشه. ویژوال آرتس های ما، هنرهای نمایشیمون، هنرهای تصویریمون و کالرمون. این 4 تا عاملیه که بسیار بسیار اثرگذار این که ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم با مخاطبمون. در بحث اینترنالیمون هم بین خودمون میخوایم ایمیل سیگنچر داشته باشیم، خدمت استیشنری داشته باشیم و پاورپوینت پرزنتیشن هامون خیلی مهمه که همین ها چارچوبای برندینگ رو داشته باشه. خب والمارت چند سال پیش، والمارت امروز، حالا
اینترنشنالش که تو کانادا ما اینو میبینیم و حالا گاهن تو کانادا و شمال امریکا خب با این لوگو هم میبینیم. ببینید یه تغییر ظرف چند سال گذشته، سیمپل تر، سموت تر جنریشن کاملا حس میکنید. با ساده ترین تغییرات ممکن شما جنریشن رو حس میکنید. همون ستاره، همون استراتژی، اما میبینیم که خب روش تغییر کرده. خب به این نتیجه رسیده که با این رنگ بهتر میتونه ارتباط برقرار کنه. حالا آروم آروم وارد دیتیل شده. اینجا استا کم 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 داره مشخص میشه. خیلی مهمه که ما ببینیم که اون اسپسیفیکیشن های لوگومون رو رعایت بکنیم. میگه ترکیب لوگوی والمارت، والمارت سمت چپ نوشتنش لوگو تایپش و لوگوش این ور سمت راسته. ماکسیمم سایزی که لوگو میتونه استفاده بشه، اینجا حالا اگه که فایل رو در اختیار داشته باشین اینجا یه کلمه آر میبینید. یک این آر رو برداشته و به عنوان یک اسکیل، یک سنگ محک، میگه این آره رو در نظر بگیرید، این حد منه، این فاصله منه. همه جا از این آر باید استفاده بکنید. کوچکترین سایزی که اجازه دارید شما استفاده بشه 1/8 اینچ، کمتر از 1/8 اینچ اجازه ندارید با لوگوی والمارت بازی بکنید. در وقتی که لوگوی والمارت و سیمبولش رو، لوگو تایپ و سیمبولش استفاده میکنید 3/4 اینچ کوچکترشه. در بزرگ کردنش هم هیچ محدودیتی ندارید. میگه والمارت رنگ هایی که داره، از این رنگ ها شما میتونید استفاده بکنید. همیشه در رنگ چند تا واحد رنگی مهم ما داریم. یه واحد سی ام وای که داریم که رنگ 4 رنگ اصلی چاپ هست. هر کد رنگی، هر رنگی یک کد رنگ 4 واحدی داره در بخش چاپ. یه کد 3 حرفی هم داریم، آر جی بی داریم در بخش دیجیتال و در بخش های فضای نوری، تلویزیون، رسانه است، اینترنت، هر آن شکه هست. و یه دونه کد رنگ هم داریم پنتون کالر ماست که اون کد وقتی که ما می‌خوایم به صورت سپریت کالر پرینتینگ ازش استفاده کنیم، می‌خوایم روی خودکار تبلیغاتی چاپ کنیم، می‌خوایم روی پارچه چاپ کنیم، می‌خوایم روی تیشرت، می‌خوایم روی لیوان چاپ بکنیم، بنابراین اون مهم اینه که رنگمون یه کد داره. همه اینها شماره‌هاش اینجا موجوده. اگه این آبی شماره داره، آبیش موجوده، زرد شماره‌اش موجوده، این آبی موجود. پس این شده ترکیب رنگی ما. و همینجور می‌بینید پوزیشن‌های مختلف. اینجاست که میگه که ممنوعیت‌ها، اون استانداردها اینجا تعریف میشه. میگه اجازه ندارین شعار تبلیغاتی رو با رنگ نارنجی کامل بیارید، اجازه ندارید یه خط آبی باشه خط نارنجی، یا بالعکسش سبز و قرمز و آبی، اصلا شما اجازه ندارید از این استفاده بکنید. بازم به همین شکل میبینین، پر از دستورالعمل، دستورالعمل‌های ریز و درشت. شما والمارت میبینین که یه سری شعارهای تبلیغاتیش رو به صورت نیم خورشید میاره، نیم اون نصف اون ستاره میاره. بازم دقیقاً هر جا که لازمه تمام اینها به جزئیات، کجا ما میتونیم از این المان نصف ستاره استفاده بکنیم، تمام توضیحاتش اینجا اومد. دل بخواهی نیست. و ببینید بازم ممنوعیت ها رو به ما نشون میده، ما ممنوعیم از این کارهایی که باید انجام بدیم رو لوگو، اجازه نداریم از این فرم ها استفاده بکنیم. بخش های مختلف والمارت این ساب برند ها رو چقدر ما تو هولدینگ کمپانی ها ما باید اینا رو رعایت بکنیم. میگه که والمارت بخش مارکتینگش اینه، لوگوش، بخش لاجستیکش اینه، فاینانشال سرویسش، هیومن ریسورسش، به چه شرکت و فونت ها رو داره اشاره میکنه. و حالا اسکین چین رو بازم ببینید، پوزیشن های مختلفی از لوگو شما مشاهده میکنید. اگه قرار که تیشرت چاپ بشه کجا این لوگو باید قرار بگیره، اگر کلا قرار چاپ بشه کجا باید این لوگو قرار بگیره. و ببینید باز هم ببینید ترکیب های مختلف، بخش دارویی، ببینید همه اینها از کشورهای مختلف، دموگرافی های مختلف، کجا باید لوگوهاشون استفاده کنن. بازم تاکید میکنه ممنوعیت ها رو، محدوده رنگ هایی تو تبلیغات والمارت میشه استفاده بشه، و مهمتر از همه فونت. شما کافیه که فلای، یه کلمه فلای با فونت هواپیمای امارات توی تبلیغ ببینید، نه اسم امریت رو ببینید، نه اسم، نه رنگش رو ببینید، فقط فلای رو ببینید. ناخودآگاه تداعی، شما کلمه تداعی رو به کار بردید، تداعی ها اینجا به کار میاد. هیچی نبینید، اصلا ننویسه هیچی، به محض اینکه اون فونت رو میبینید تداعی میکنه. 3 تا چیز خیلی مهمه تو برندینگ، اثر بخشی و تداعی بیشتر. هنوز که هنوزه به خاطر ذات صدا و فرکانس صدا، صدا و موزیک و نویز
اولین چیزی که اثر مستقیم میذاره و سالها هم تو این اثر میمونه. هنوز یه آهنگ رو شما تو تبلیغات اگه گوش بکنید، یه تم یه آهنگ رو هیچ وقت یادتون نمیره. دینگ دینگ دینگایی که مثلا شما میبینید، اسپشیال افکتایی که استفاده، ساوند افکتایی که استفاده میشه، هنوز حرف اولو میزنه. دومین چیزی که به شدت روی ذهن، روی ضمیر ناخودآگاه برندها رو تداعی میکنه رنگ. شاید معروف ترین برند از شاید اسخای میکنم همسن سالایی مثل شما عزیزان، قرمز وینستونی. یادتونه شما میگفتن قرمز قرمز وینستونی، یا میگفتن نمیدونم زرد لوفتانزایی. هنوزم خیلی ها میگن، هنوزم اون تداعی رنگه رو داره میگه. رنگ بسیار بسیار تو ذهن سریعا جا میفته و به این سادگی هم بیرون نمیره. و سومین چیز قبل از این که لوگو و فونته، به خاطر همینه که امروز تو برندینگ میگن اهمیت بدید به انتخاب فونتتون. برندهایی که از 100 تا فونت استفاده میکنن، 10 تا فونت استفاده میکنن، فونتاشون دائما تغییر میدن، اصولا نمیتونن ارتباط خوبی رو تو تبلیغات برقرار بکنن. یک فونت یا دو فونت رو به صورت کاملا استابلیش شده و پایدار و استاندارد شده ایجاد بکنید و این فونت رو برای خودتون گاید بکنید. حالا هر فونتی که هست، این فونت همیشه خواهد بود. به محض اینکه شما این فونت رو ببینید، شما اگه ببینید ریبرندینگ جدید بل رو ببینید لطفاً، شما کافی یه پاراگراف از فونت جدید بل ببینید، ناخودآگاه یاد بل میافتید. غیر ممکنه اون مبل سبز رو کنار یه چیزی ببینید بدون اینکه اسم تیدی باشه، ناخودآگاه یاد تیدی میافتید. اینا رنگ ها و فونت ها بدون اینکه اسم برند بیاد هنوز وسط. ببینید اینجا اسم فونت مشخصه، کاراکترش مشخصه، بولد شدن ها نمیدونم نازو. ببینید میگه که شما اجازه دارید از این فونت، حداقل ضخامت فونت میتونه این باشه و بعد میتونید از ضرایب بولد شدن بیشتر استفاده بکنید و ایتالیکش رو هم میتونید در این ابعاد میتونید استفاده بکنید. بعد بازم دوباره نهی میکنه. ببینید چقدر جالب، نهیارم ببینید چجوری داره جلوگیری میکنه از غیر استاندارد. حالا بازم ببینید موارد متعددی که اینجا شما مشاهده میکنید در بخش تبلیغاتش، آیدیایی که هست. اصلا علت این که این نصف این ستاره رو ایجاد کردی اینه که داره اسمارت، یادتونه اول نشون داد یکی از عواملی بود که بتونه پرسونالیتیش رو در قالب اسمارت بودن نشون بده. حالا این معیار و این شاید سیمبل اسمارت بودنه که بتونه انتخاب هوشمندانه کردن. پس بنابراین از این المان داره استفاده میکنه و میگه هر جا خواستین تبلیغ بکنید روی سر افراد، اونم با این انگل، با این زاویه و با این پوزیشن، شما میتونید این رو استفاده بکنید. حالا ببینید من خیلی سریع رد شدم، از نزدیک به 64 صفحه من رد شدم. خب حالا ما میگیم که نیازی هم نیست که حالا این حداقل برای برندینگ خودمون، حداقل برای کمپانیای کوچولومون، سمال بیزینسامون، شاید استارتاپامون، به جای اینکه حالا بیایم این همه هم حالا کتاب دعا بنویسیم، هم که خب قطعا مال یک ارگانیزیشن بزرگی مثل والمارت، یکی از ناماشنا کسایی میشناسیمشون، خانم دکتر مثلا زبیحی، این کاری که من برای خانم دکتر زبیه انجام دادم به عنوان یک برند کامیونیکیشن گایدلاینز برای مؤسسه رهنمود، مؤسسه‌ای که ایشون کار پرسونال دیولپمنت انجام میدن، حداقل کار من میگم 5 صفحه 4 صفحه حداقل برای خودمون درست بکنیم که اگه میخوایم اینو بدیم به یک طراح گرافیک، به یک وب دیولپر، به یک مدیر مارکتینگ استخدام کردیم که بتونه حالا بره دنبال کارامون، قرار نباشه که دائما چک بکنیم، تلفن بزنیم این چی بود، اون چی بود، اون از کجا اومد. یه 4 تا چیز ساده بهش بدیم، بگیم آقا اگه لوگو رو خواستی روی زمینه روشن استفاده کنی رنگت اینه، اگه روی زمینه تیره خواستی استفاده کنی اینه، اگه خواستی بلک اند وایتش استفاده کنی اینه، اگه خواستی شکل افقی عمودیش رو استفاده کنی اینم این فرمه. ما دیگه فرم دیگه غیر از این فرم ها نداریم، دیگه قرار نباشه هر کی هر جوری خواست لوگو رو تغییر بده. بگیم خیلی خوب اینم رنگای منه، من یه بلو دارم، یه سیلور دارم، یه کوپر دارم که رنگام هم تو مودای مختلف، حالا سی ام وای که از ار جی بی یا سپات کالر به صورت پنتن کالر، یه همچین محدوده رنگی دارم و یه همچین محدوده فونتی دارم. یعنی حداقل 4 تا آیتم ساده رو ما برای خودمون گاید بکنیم به جای 64 صفحه. این 4 تا رو که میتونیم انجام بدیم که حداقل کاری که میشه کرد. مجموعه کارهایی که میکنیم اینه که بتونیم در نهایت به اکوئیتی برسیم. برندها امروز یه واحد ارزشیابی دارن، برند اکوئیتی، ارزش برندی اینجا مشخص میشه. کافی که از همین تاکتیکای ساده و عمیق استفاده بکنیم تا برندامون رو آروم آروم ارزش بدیم بهشون.
پس ببینید خیلی مهمه که میگیم که این کریتیکال پارتیه که بتونه این بیزنسمون رو بیلد بکنه و در نهایت اون موفق اون حس موفقیت آمیزی که میخوایم ایجاد بکنیم به وجود بیاد و در نهایت بتونیم اون تایمز پیشنس اند گریت دیل د افورت تو بیلد پوزتیو برند. ارزش وقتی اتفاق میفته که بتونیم اون تداعی مثبت رو ما بتونیم تو ذهن آدما ایجاد بکنیم. حالا چه دفینیشنایی داره؟ حالا این اکوئیتی که میگیم واقعا چه اتفاقی میتونه بیفته؟ سه تا آیتم مهم داریم. اینی که تنجبل اند این تنجبل ولیو. چه اتفاقی میفته که برند ما تنجبل بشه یا این تنجبل بشه؟ چقدر مهمه که ببینید such as the revenue and the price. نکته که شما ما ممکنه راجع به قیمت خوب تنجبل بکنیم برندمون رو، ممکنه قیمت گذاری اشتباه این تنجبلش بکنیم، ممکنه کوالیتیمون تنجبلش بکنیم، ممکنه این تنجبلش بکنه. بسیار بحث مهمی. دومی مسئله اینه که برندمون اون افکت برندمون پوزتیو بشه یا نگاتیو بشه. چه اتفاقاتی میفته؟ قطعا سازماندهیمون، سرویسامون، پروداکتامون، اون باتم لاینامون، خیلی اون تک تک اینا باعث میشه که ما برندمون یک تداعی مثبت بدیم یا یک تداعی منفی بدیم بهش. و در نهایت کانسیومر، حرف اول و آخر رو تو ارزش برند کانسیومر، اون رپیتیشنه، اون ریویوه، اون رضایتمندیه است که در نهایت ارزش برند رو ایجاد میکنه. حالا هر چقدر ما بریم پروداکت رو خوب بدیم، کیفیت رو خوب، اون چیزی که مشتری در کل رضایتمندیش رو جلب میکنه در نهایت تبدیل به اون برند اکویتی ما میشه. پنج مرحله مهم داریم که بتونیم به اون ارزش برند برسیم، اون برند اکسپریانس. 5 steps for brand experience. پنج استپی که داریم تو برند اکسپریانس، اول اینه که ما باید بتونیم اورنس خوبی برای برندمون داشته باشیم. برند رو باید خوب بتونیم پروموتش بکنیم، خوب بتونیم تو قدم‌های اول، حالا چه در قالب برندینگ چه در قالب ریبرندینگ، این اورنس توسط یک کمپین تبلیغاتی خوب اثر بخش، این اثر بخشی رو ما ایجاد بکنیم. دومی مسئله اینه که این برند ریکاندیشنش، اون سعی و خطاه، اون آزمونه، اون تست کردنه، اون کانکت شدنه، اون خیلی مرحله مهمیه. اون اینگیجمنت ها، اون مرحله که اینگیجمنت ها اتفاق میفته، بسیار بسیار مرحله مهمیه که ما بتونیم اون اورنس رو تبدیل به اون مرحله بکنیم که داره آروم آروم اون داره اون کانکتیویتی اتفاق میفته. بعد مرحله بعد ترایل، مرحله بعد مرحله ترایل. کانسیومر هاف تراید دی برند، حالا داره اینگیجمنت اتفاق افتاده، کانکت هم اتفاق افتاده، حالا کلاینت داره آروم آروم داره استفاده میکنه، داره از محصول استفاده میکنه، داره برند ما رو از سرویس ما داره استفاده میکنه. پس خیلی مهمه که داره این برند دیگه داره آماده ارزیابی میشه دیگه، ارزیابی تازه آروم آروم شروع میشه. میای مرحله بعد، مرحله پریفرنس. کانسیومر لایک دی برند اند بیکام ریپیت پرچس. اتفاق میفته که دیگه داره خرید دومش رو انجام میده. ما داریم آروم آروم ارزشمندی برندمون، اکوئیتیمون داره میبریم بالاتر. مرحله ای که تکرار خرید، تکرار سرویسمون، سرویس دهیمون داره اتفاق میفته. پس اکسپریانسمون داره همینجوری، هم اکسپریانس کلاینتمون بالا میره، هم اکسپریانس خودمون داره بالا میره. اینجاست که اگه دقت بکنین میگه که they begin to develop emotional connection to the brand. داره آروم آروم اون اتفاقات اموشنال داره آروم آروم ایجاد میشه. اون خیلی‌ها به برندها آروم آروم حس پیدا میکنن، داره تو این مرحله تو تکرار خریدها داره اتفاق میفته. و مرحله مهم بحث برند لویالیتیه. و یه عده آدم دیگه اینقدر لویال یه برند میشن، یه ایرلاینی رو طرف در نظر میگیره، میگه من دیگه الان 30 ساله با این ایرلاین میرم و دیگه پلاتینیوم ممبر دیگه اون ایرلاینم، من دوست دارم با ایرلاین برم، حتی این ایرلاین اگه 4 ساعت تاخیر داشته باشه فیوریت منه، این کفش فیوریت منه، این دیگه برند لویال منه، من به این سادگی ازش بیرون نمیام. این پنج مرحله بسیار پنجره مهمی تو بس اکسپریانس هستش. این شده که این آخرین گزارش 100 برند دنیاست که من همین امروز استخراج کردم، آپدیت مال فوریه 2019 است. تو من دو تا دهتای اول رو 20 تا رو گذاشتم، بعد دیگه حالا میتونه از سورسش منو گذاشتم اینجا، میتونه هر 100 تا رو ببینید. هنوز که هنوز اپل، ببینید ارزش برند اپل امروز که 8% هم نسبت به ماه پیش ارتقا پیدا کرده، 182 بیلیون دلار برند اکوئیتیه
یا برند ولیو اپل الان امروز 182 بیلیون دلار. فقط برندش، تجهیزاتش و امکاناتش و اینا همه رو بذارین کنار، اون دیگه حالا ببینید دیگه آدیتور بیاد دیگه قیمت بذاره. بعد به همین ترتیب گوگل الان نفر دومه، خدمتتون عرض شود که مایکروسافت سومه، فیسبوک چهارمه، آمازون پنجمه، کوکاکولا ششمه. کوکاکولا یه زمانی سالها اول بود، سالها کوکاکولا اول بود، سونی هم خیلی مدت ها اول بود، سامسونگ، سامسونگ خیلی اومده بالا دوستان. یعنی سامسونگ شاید 6 سال پیش 7 سال پیش 30 بود 40 بود، الان سامسونگ خودش رو به مرحله تقریبا 6 رسوند. دیزنی، تویوتا، AT&T، نفر 11 هم مکدونالد، جی ای خیلی جالبه، جی ای تا چند سال پیش 4 بود، جی ای ببینید افت کرده، مقدار زیادی افت کرده. اینتل خدمتتون عرض، لوئی ویتن جالبه که لوئی ویتن ببینید چقدر، لوئی ویتن اصلا جزو 50 60 سال اول هم نبود تا همین چند سال پیش، نشون میده چقدر مردم با اینکه برند گرون چقدر ببینید چقدر داره جنریشن تغییر میکنه، زاغه چقدر تغییر میکنه. ببینید چقدر لوئی ویتن به عنوان یک برند پوشاک اومده جزو 20 برند برتر قرار گرفته. بله، آی بی ام خیلی جالبه، آی بی ام بیش از 10 سال نمبر 1 بود، سالهای 1980 تا 1990 آی بی ام اول بود، ولی ببینید به همین شکل حالا تو مرحله 18 و 17 مونده. و نایکی خدمتتون عرض شود که ورژنه، و بی ام دبلیو هم که الان رتبه 20 داره. خب الان ببین ارزش برند بی ام دبلیو الان امروز 31.4 بیلیون دلار، 9% هم نسبت به ماه گذشته رشد داشته. خب همه اینها رو در نظر بگیرید، ما اعتقادمون اینه که پس بنابراین اگه که می‌خوایم به استارتاپ هامون توجه بکنیم، به بیزینس هامون اهمیت بدیم، به هر چیزی که اهمیت میدیم به برندش هم اهمیت بدیم، به اون ساخت برندینگش اهمیت بدیم، به دیولاپش اهمیت بدیم، به حفظش، کیرش، به من خودم چیزی که از LG یاد گرفتم، اوایلی که با LG کار گرفتم کار کردم، مدیر منطقه LG یک حرف خیلی جالبی به من زد، من 23 سالم بود، گفت که اگر دیدی که رنگ LG قرمزش کم رنگ پررنگ شد گریه کن و اشک بریز. که چرا این اشک؟ چون گریه داره واقعا. چرا گریه داره؟ چون شما ممکنه با این تغییر رنگ یک کلاینت مهم رو از دست بدی و احساس کنی جنس فیک داری بهش میدی. و این مهمه که ما چقدر به برندامون، به رنگمون، به تکنیکش، به فرمش، به ساختارش، به اون مسیجی که شعار والمارت من مثال زدم چقدر اهمیت بدیم که انشالله بتونیم استارتاپ‌های خوبی رو شکل بدیم. در کل خیلی ممنون از توجهتون و خداحافظ. Jammy Pictures.